در این قسمت در رابطه با بیان مهارت ها توی انگلیسی صحبت میکنیم. دوستان دقت بفرمایید، اسکیل به معنی مهارت هست، اسکیل مهارت. خب ما اگر به اسکیل یه ایدی اضافه کنیم، اسکیلد به دست میاد، اسکیلد یعنی دارای مهارت یا همون ماهر، اسکیلد یا اسکیلفول، هر دو اینها به معنی ماهر هستن. پس اسکیل به معنی در واقع مهارت هست و اسکیلفول یا اسکیلد به معنی شخص دارای مهارت هست یا همون ماهر. خب دوستان در زبان انگلیسی وقتی که ما میخوایم بگیم مثلا من انگلیسیم خوبه، به این صورت میگیم که من خوب هستم در انگلیسی. یا اگر مثلا بخوایم بگیم که انگلیسیم ضعیفه، میگیم که من بد هستم در انگلیسی. خب همونطور که مشاهده فرمایید دوستان، I am من هستم. خب صفات رو good یعنی خوب، great عالی یا excellent، excellent هم باز به معنی عالی و برتر هست. بد همون بد یا ضعیف و terrible، terrible به معنی خیلی بد هست یا خیلی ضعیف. مثلا اگر خب در سمت راست هم که دوستان مهارت هایی رو میبینید، sports ورزش در واقع، english که زبان انگلیسی است، music موسیقی، driving رانندگی، speaking همون speaking یا صحبت کردن، writing نوشتن، swimming شنا، مت یا همون ریاضی هست، مت یا همون mathematics به معنی ریاضی هست. مثلا history به معنی تاریخ، painting، paint میدونید دوستان نقاشی کشیدن هست و painting یعنی نقاشی. اینها در واقع یک سری مهارت ها هستند. حالا من مثلا اگر بخوام بگم که انگلیسیم عالیه، باید بگم I am great، من عالی هستم. At English همونطور که مشاهده می فرمایید، at حرف اضافه است که بعد اینجا استفاده کنیم، at English یعنی در زبان انگلیسی عالی هستم. یا مثلا اگر بخوام بگیم که رانندگیم ضعیفه یا بده، باید بگیم من بد هستم در رانندگی، یعنی I am bad at driving، I am bad at driving. یا مثلا اگر بخوام بگم که رضا مثلا ریاضیش خیلی بده، باید بگم رضا is terrible at math، at math. یا مثلا اگه بخوام بگم که مثلا مادرم آشپزیش خیلی عالیه، خب دوستان آشپزی میدونید cooking هست، cooking آشپزی هست. خب میگم که my mother is excellent at cooking، ها، یا is great at cooking. پس my mother is great at cooking، مادرم عالی هست در cooking یا همون آشپزی. خب دوستان شما هم سعی کنید که برای خودتون و اشخاص دیگه چند تا جمله بسازید. مثلا همونطور که عرض کردم خدمتتون، اصلا به واقعی بودن اینها توجه نکنید و سعی کنید که فقط جملاتی رو بسازید و به زبان بیارید. این مهمترین اصل در تقویت مکالمه هست. بنابراین دوستان عزیز سعی کنید که حتما یک سری جملات رو با این در واقع اصطلاحات بسازید که مثلا من ریاضیم خوبه یا اون ریاضیش ضعیفه یا ما مثلا آشپزیمون خوبه و همچین جملاتی، و اینها رو حتما به زبان بیارید و تکرار کنید تا اینکه در واقع ملکه ذهنتون بشن. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.